بسم الله الرحمن الرحیم. تو فرهنگ اسلامی مصرف طبیعت بد نیست، بلکه بد مصرف کردن طبیعت بده. معلوم میشه استفاده از طبیعت مشروع و خوبه، ولی سوء استفاده از طبیعت بده. برخلاف، چون میدونیم ما الان دو تا تفکر در دنیا، یکی تفکره که به نام تفکر غربی شناخته شده که میگه دنیا رو، حالا این تعبیر رو من معذرت میخوام ولی این تعبیر در آثار خودشون هست، میگه زمین فاحشه ایست که در واقع با تکنولوژی و تمدن جدید از اون متمتع باید شد. یک نگاه به زمین و طبیعت، یک نگاه به زمین و طبیعت هم نگاهی است که به نام نگاه شرقی و بودایی و اینها مشهور شده، که زمین مادر مقدسه، بهش چپ نگاه نکنین، دست بهش نزن، از کنارش عبور کنین، درش تصرف نشه، هیچ استفاده ازش نشه، از دنیا عبور کنین، در حالی که هیچ دست تصرف در تکوین و عالم طبیعت وارد نکنین. اسلام هیچ کدوم از این دو تا نگاه رو قبول نداره. اسلام معتقد است که انسان حق دارد و باید تصرف بکند در طبیعت، اما این تصرف در طبیعت با مبدأ مشروعیت درست، با غایات درست و با روش مشروع صورت بگیرد، بدون فراموش کردن عدالت در تصرف در طبیعت و بدون فراموش کردن اخلاق در مصرف. در واقع حد تعادل و نقطه تعادل و حد وسطی است بین این دو گرایش افراطی و تفریطی که همین الان هم در دنیا این دو تا گرایش وجود داره. یعنی شما کافی است کتاب‌های فیلسوفان بزرگ رو از چینی، هندی و حتی ایرانی، ایران قبل از اسلام بخوانید تا آثار متفکرین دو سه قرن، سه چهار قرن اخیر اروپا و غرب رو که ببینید این دو تا نگرش واقعا وجود داره. البته در روایات داریم که در زمان اینم هستش که حالا اونم باید توضیح بدیم که در زمان مهدی به خاطر رعایت فضائل اخلاقی و رعایت عدالت در جامعه بشری طبیعت هم سخاوتمندتر میشه. این خرافه نیست. ممکنه کسی بگه چه ارتباطی است بین نحوه عملکرد ما با نحوه عملکرد طبیعت؟ یعنی چی که اگر ما آدمای اخلاقی باشیم، کمتر دروغ بگیم، سر هم کلاه هم و کمتر برداریم، سرقت و زنا و ربا و غصب و دروغ و قتل و آدمکشی اگه اینا کم بشه سخاوت طبیعت بیشتر میشه؟ یعنی اصلا باران بهتر و بیشتر و به موقع میباره مثلا؟ یعنی چی؟ واقعا اینجوریه که اخلاق طبیعت به خاطر اجراء عدالت در جامعه تغییر میکنه. یه ارتباطی است بین نحوه رفتار انسان‌ها در جامعه با نحوه رفتار طبیعت. یه ارتباطی وجود داره. این ارتباط البته باید بحث بشه. در قرآن کریم آیه کریمه هست که لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگر بشریت و مردم جوامع ایمان می‌داشتند و تقوا به خرج می‌دادند، زمین و آسمان برکات خودشون رو بر اونها میباریدند. یعنی زمین و آسمان میفهمند که چه کسانی بر اونها دارن گام میزنن و چه رفتاری دارن میکنن. البته نمیخوام بگم هر جا زمین باران و طبیعت هر جا آباده منشی که اونجا گناه کم میشه و هر جا طبیعت خشکه و محصول نمیده معلوم میشه اونجا آدماش گناهکارن، چون نسبت عکس موارد عکس هم زیاده. این تمام علت نیست، جزئی از علته. وقتی میگن جزء علت، غیر از تمام علته. جزء علت یعنی بخشی از خشکسالی ها، زلزله ها و سیل ها و آفات طبیعی، بخشیشون نه همشون، مربوط است به بخشی از اعمال ما. اما بخشی دیگری از این بلایای طبیعی البته مربوط به علل طبیعی است، جز رفتار انسان. چون ممکنه بعضیا بگن آقا اگر هر جا زلزله میشه شما میگی عقوبت یک گناهی است،
هر جا خشکسالی میشه میگه عقوبته، خب پس فلان کشور غربی که باران بنزه کافی میباره و سرسبز، پس معلوم میشه همه جزو اولیاء الله هم. فلان کشور آفریقایی که گشنه و خشکسالی است و گرسنگی است، معلوم میشه همه معصیت کارن. این که در روایات آمده و روشنم هست، توضیحش هم کاملا روشنه، جزء الا و بخشی از موارد رو داره پوشش میده، نه همه موارد رو. این معنی این روایت این است که بخشی از، یا در روایت مثلا دارید اگه فلان کار رو بکنی فلان اتفاق میفته، صدقه بدی عمرت طولانی میشه، به پدر و مادر یا معلم توهین کنی عمرت کوتاه میشه. از این نباید نتیجه بگیری هر کس جوان مرگ شده حتما به پدر مادرش یا استادش توهین کرده، یعنی نباید شمول بهش بدی یا به عکس. ولی اینو میشه، این میخواد اینو بگه که بخشی از مواردی که یکی از علتهایی که در طولانی شدن یا کوتاه شدن عمر تأثیر داره، توهین به پدر و مادر و به استاد و معلم، این هم یکی از عوامل است و تأثیر داره. گناهان اجتماعی که ما انجام میدیم، این هم یکی از عللی است که در سخاوتمند نبودن طبیعت تأثیر داره، نه ای که تنها علتیه. این روشن باشه که بعضیا برداشت دین میکنن و بعد موارد نقض ببینن و بعد بگن که پس این روایات، نه این حرفا جزو خرافات، نه اینا خرافه نیست، ولی باید درست فهمیده بشه. اخلاق طبیعت به خاطر اجراء عدالت در جامعه تغییر میکنه. خشکسالی ها، بلایا و اتفاقاتی که میفته، بعضیشون علل محیط زیستی و اکولوژی دارن، بخششون هم علل انسانی دارن. اون نکته‌ای که باید فهمید اینه، بخششون حتما علل انسانی دارن. بد عمل بکنیم طبیعت هم بد واکنش نشان میده. البته وقتی میگیم طبیعت، نمیخوام بگم طبیعت همین در و دیوار و اینا، خودشون مستقلا تصمیم میگیرن، فکر میکنن، مجازات میکنن، پاداش میدن. بحث از طبیعت که میکنم مراد همین نیست، مراد اینه، مراد خود طبیعت نیست، مراد این است که مناسبات الهی و ماوراء طبیعی بر عالم طبیعت حاکم است، که این مناسبات بر اساس قوانین الهی از جمله در این موارد هم واکنش نشان میدن، نه اینکه فقط در این موارد واکنش نشان میدن. ولذا ارتباط زلزله و سیل و خشکسالی با روش زندگی انسان‌ها فی الجمله یه ارتباط واقعی است، ارتباط خرافی نیست. البته خرافات مخلوطش شده، خیلی خرافات هم خیلی مخلوطش کردن، ولی اصلش دروغ نیست، اصلش دروغ نیست. شما اگر بدونین هر جا رد پای خرافه میبینین، مطمئن باشید هر جا سکه قلب میبینید، مطمئن باشید سکه اصلی هم وجود داشته یا داره. اگر سکه اصلش نبود بدلش رو نمیزدن. اگر پیامبران حقیقی نبودن، پیامبران دروغی پیدا نمیشدن. چرا پیامبران دروغین پیدا میشن؟ برای که با خودشون یه تصور میکنن، میگه پیامبران حقیقی آمدند و اتفاقا مرید پیدا کردن، پس ما هم ما هم بازیشو بکنیم، اداشو در نقششو بازی کنیم تا شاید ما هم مرید پیدا کنیم. سکه اصلی وجود داره که بر اساس اون سکه قلب زدن. خود انتظار مهدی همینطوره، مهدی و انتظار مهدی وجود هست در فطرت بشر، در قوانین الهی ریشه داره و چون این کسی خواهد آمد واقعا، و چون این منجی حقیقی در کار است، منجی های قلابی هم در دنیا خیلی پیدا شدن. اگه کاسبی کن، چون کسانی واقعا وجود داشتن و دارن که با عالم ماورای طبیعت ارتباط دارن، بنابراین آدم های قلابی هم پیدا شدن، یعنی رمال و جنگیر و اون کاسبی هایی که پیدا شد از نوع قلابیش هم زیاد پیدا شد، برای که نوع حقیقی اینها وجود داشته و داره، ولی انواع قلابیش بیشترن. تشخیص این که چه رفتاری، چه چیزی، علت چه چیزی است، البته کار دقیقی است، و چون دقیقه اینجا خودش دکان شده برای کاسبی عده‌ای. خیلی از این طریق نون خوردن و میخورن و خواهن خورد، هم از طریق این دخل و تصرفات ما بعد طبیعه، هم از طریق مذهب، که چقدر در تاریخ دکان به نام مذهب باز شد و خواهد شد، و هم به دلایل دیگر، همطور که به نام علم چقدر دکان باز شد و به نام آزادی چقدر دکان زدن، به نام تمدن، به نام عقلانیت، به نام مذهبم همینطور، به نام ارزش‌ها هم همینطور. نتیجه که از این بخش از عرازم میخوام بگیرم اینه که اونی که اسلام باهاش مخالف است تصرف در طبیعت نیست. چون بعضیا گفتن آقا ما یه عالم سنتی داریم،